بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وصلى الله على نور الأنوار والسر الأسرار عقل الكل وأشرف الرسول حبيبه وسفيه وخاتم سفرائه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. در ایام فاطمیه اول قرار داریم، شهادت بیبی دو عالم، سیدت نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر همه شیفتگانی کوثر النبی امامت ولایت محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این ایام را تسلیت عرض می کنم. گرچه یکی از شخصیت هایی که محل تعامل موافقین و مخالفین بسیاری در تاریخ شده است، فاطمه زهرا سلام الله علیها است که امیدوارم در این ایام بتوانیم حق فاطمه زهرا سلام الله علیها آنچه که به گردن ما و شما هست انجام داده و این تعاملی که گاهن به وجود می آید که در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدگاه‌های موافقین و مخالفین به صورت مستند بیان شود. ما در این فرصت کوتاه در نظر دارم دیدگاهی برخی دانشمندان اهل سنت که در منابع معتبر اهل سنت نسبت به فضائل، مناقب، عصمت، رفتار و کردار فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شده اشاره کنم. در این مواردی که عرض کردم نظریات و دیدگاه های فراوانی از دانشمندان اسلامی و حتی غیر اسلامی و اما آنچه که در منابع معتبر شیعه و سنی نقل شده از پیامبر بزرگوار اسلام، ما فقط آدرس برخی از آنها را خدمت شما به عرض می رسانم. حضرت زهرا سلام الله علیها
در نزد اهل سنت به عنوان سیدت النساء العالمین مشهور است و معروف. بعد در روایت آمده از عایشه پرسیدن که بهترین زنان کیا بودند و پیامبر کی را بسیار دوست داشتند و در رابطه با او روایت و احادیث را از زبان پیامبر گرامی اسلام نقل شده. عایشه میگه که از میان زنان بهترین زنان که پیامبر بزرگوار اسلام که همون خیر النساء را که عرض کردم او را میخواند و روایت هم میگه که بهترین زنان از میان زنان بهترین حضرت زهرا سلام الله علیها است. و بعد میپرسد که از مردان کیا هستند. اونجا عایشه میگه که از مردان بهترین مردان در نزد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را نام میبرد. سیوطی که یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت است، او میگوید ما عقیده داریم که برترین زنان عالم مریم زهرا هست. آلوسی که باز دانشمند دیگری از بزرگان اهل سنت است، او میگوید که برترین زنان پیشین و پسین مریم مادر عیسی و زهرا همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. زمخشری که باز یکی از دانشمندان دیگری اهل سنت هست در تفسیر خود در باره آیه 12 سوره تحریم می نویسد تنها 4 زن از زنان عالم بهترین ها هستند که اونجا نام می برد: آسیه همسر فرعون، مریم مادر عیسی، خدیجه همسر گرامی پیامبر بزرگوار اسلام و فاطمه زهرا دختر پیامبر و همسر علی ابن ابی طالب. بعد او اضافه میکند که سیدت النساء اهل الجنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها سر و زنانی بهشتی هستند. خب در جامعه که زهرا سلام الله علیها متولد شد، در او جامعه اون روز دختر داشتن ننگ و عیب بود و عار. و فاطمه زهرا در چنین شرایطی، در چنین زمانی، در چنین مکانی، در میان چنین اشخاص افراد جاهلی که دختر داشتن را عیب و عار و ننگ می دانستن متولد شد. یک کسی است به نام آس بن وائل، پدر امیر آس. آس بن وائل وقتی فاطمه زهرا متولد می شود در کنار کعبه پیامبر از اونجا می گذرد، با جمع نشسته پیامبر را مورد تمسخر قرار می دهد، چون فرزندان پسری که اون حضرت داشت همه وفات نموده بودند. خداوند فاطمه زهرا را به پیامبر عنایت کرد.
لذا آسپین نوائل که در حقیقت سخنگوی جاهلیت و فرهنگ جاهلیت و ضد انسانی آن روز بود، آسپین نوائل سخنگوی همین قشر بود و پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان اهانت و توهین و تحقیر ابتر میگم. یعنی بعد از این خدا اگر یک دخترم به پیامبر داده به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بعد از مدتی که پیامبر از دنیا رفت نسلش منقطع میشود، نسل پیامبر منقطع می شود و دیگه فرزندی نمی ماند. اینجاست که قرآن کریم سوره ای را اختصاصاً به نام کوثر و پیامبر بزرگوار اسلام نازل می کند که در اونجا مفسرین به تفصیل درباره کوثر صحبت کرده و در رابطه با این که سرزنیش که میکنند، طعنه کسانی که میزند، اونهایی که پیامبر را اذیت میکند با این سخنانشان، خودشان ابتر است. لذا خداوند به پیامبر بزرگوار اسلام کوثر را عنایت کرد و بعد مفسرین میآید درباره این سوره کوثر تفسیر گوناگونی را بیان میفرمایند. یک از مفسرین امام فخر الرازی صاحب تفسیر کبیر و از دانشمندان بزرگ اهل سنت که در عرصه های مختلف در علوم مختلف شخصیت و مرد دانشمندی هستند که در همه عرصه ها از جمله در رابطه با تفسیر، او در این رابطه در رابطه با کوثر و سوره کوثر و مصادیق کوثر بیان می کند که یکی از موارد شمیه که خداوند به پیامبر دختر عنایت نمود که بعد از او این نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها مستر خدمات فراوان در جهان اسلام می شود. شما ببینید 11 تا امام معصوم، امام حسن مجتبی علیه السلام با صلح خود اسلام را حفظ کرد. همون شعری که اقبال لاهوری هم دارد که مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. او سه نسبت چیه؟ نور چشم رحمت للعالمین، دختر پیغمبر، آن امام اولین و آخرین که پیامبر خاتم انبیا بود. مکان محمد ابا احد و رجال و ذاکر رسول الله و خاتم النبیین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرین، بانوی آن تاجدار حل عطا. سوره حل عطا در شأن خاندان پیامبر نازل شد. بانی آن تاجدار حل عطا، مرتضا، مشکل کشا، شیر خدا، پادشاه و کلبه ایمان او، امام علی علیه السلام جانشین بلا فصل پیامبر اعظم بود و به خلافت هم رسید. پادشاه و کلبه ایمان او، یک حسام و یک زیر سامان او، مادر آن مرکز پرگار عشق. پرگار چیزیستن که در اختیار وقتی آدم در هم مکتب میخوانه پرگار میشناسه دیگه، یک نقطه در وسط انتخاب میکنه دایره رو میکشه. امام حسن مثل همین پرگار وحدت امت اسلامی را با صلح خود حفظ کرد. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق که امام حسین باشد، آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اسلام را حفظ کرد با صلح خود. و دیگر مولای ابرار جهان، قوت و بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حیرت و موز از حسین. لذا من خواستم اینجا مثال بزنم.
که کوثری را که خدا به پیامبر عنایت کرد، 11 امام معصوم، امام حسن با صلح، امام حسین با قیام، که تا روز قیامت قیام امام حسین دوام دارد، و بعدش امام سجاد و امام محمد باقر و امام جعفر صادق، هر کدام از اینا دریایی از علم و معرفت و مستر خدمات فراوان در جهان اسلام شد. لذا اینا کوثر گذشته از این که فهود و بزرگان هم ما در جهان اسلام از ذریه پیامبر بزرگوار اسلام داریم، که در رأس نهضت های جهان اسلام تا همین اکنون هم بالاخره بزرگانی هستند که نهضت های جهان اسلام را رهبری می کنند و سادات را حتی معمولش 100 میلیون جمعیت در جهان تخمین زده شده. لذا من میخواستم این رو بگیم که امام فخرالرازی مفسر بزرگ اهل سنت و همینطور یک دانشمند بزرگوار دیگر هم در تفسیر خود در شرح این سوره کوثر دارد و او میفرماید که در قضیه کربلا در خاندان پیامبر یک طفل به نام محمد باقر در گهواره بود، ولی همزمان در خاندان بنی امیه 12,000 طفل در گهواره و گهواره جنبان در خاندان بنی امیه 12,000 تن در اون زمان تخمین زده می شود. اما بعد او دانشمند بزرگوار میگه بنی امیه کجا و پیامبر را که ابتر میگفت، امروز نسلش در جهان فراگیر شده، هم از نظر کمیت که عرض کردم که 100 میلیون جمعیت ساداد را تقریبی و تخمینی آمار دادن، گذشته از او از نظر کیفیت هم بزرگانی از امام حسن و امام حسین تا امام مهدی که همه منتظرش هستیم که انشالله روزی ظهور کند و دنیا با حضور و شرفیاب آن حضرت پر از عدل و داد شود، که ما منتظر همچون روزی هستیم. این 11 تن از فرزندان فاطمه، از ذریه پیامبر اسلام، از نسل علی و زهرا علیهم السلام. بنابراین حضرت پیامبر بزرگوار اسلام وقتی که سوره کوثر نازل شد، خداوند به او وعده داد که ما به تو کوثر عطا کردیم، خیر کثیر عطا کردیم. فضایل زیادی در رابطه با عصمت، شخصیت، رفتار و کردار فاطمه زهرا سلام الله علیها از منابع مختلف مخصوصا منابع معتبر اهل سنت وارد شده، از جمله همین حدیثی که من نقل کردم در آغاز خواندم. این در کتبی آمده، من فقط این نام بعضی کتاب‌های معتبر رو میبرم، الا اسامیش کتاب‌هایی که ذکر شده خیلیه، مگر اشتباه نکنم آنچه که من یادداشت گرفتم در رابطه با این موضوع بیش از 50 تا منبع من خودم مراجعه کردم، حالا بیشتر از اونم است. و آنچه که کتب معتبر معروف است، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، مستدرک و صحیحین، خصائص نسائی، کنز العمال و بعضی منابع دیگر که باز اون روایتی که در این کتاب ها نقل شده و او هم از عایشه همسر گرامی پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که فاطمه بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه زهرا پیامبر اسلام فرمود پاره تن من است،
هر کی او را غضبناک کند و او ناراضی باشد، نارضایتی فاطمه زهرا نارضایتی پیامبر است. نارضایتی پیامبر نارضایتی خداست. اونهایی که زهرا ازش ناراضه، پیامبر ناراضه. و اونهایی که پیامبر ازش ناراض باشد، پروردگار عالمیان ناراض است. در سال 11 هجری قمری فاجعه کبرا در عالم بشریت، در جهان اسلام اتفاق افتاد که اون فاجعه کبرا رحلت اشرفترین مخلوقات عالم پیامبر بزرگوار اسلام بود، که به واسطه رحلت پیامبر اسلام وحی بعد از اون نازل نشد. رابطه خدا با خلق قطع شد. من فقط کلیات شما میخوام، چون وارد جزئیات نمیشیم و او یک زمان و فرصت دیگر میطلبه، فقط کلیات عرض میکنم. بعد از رحلت پیامبر بزرگوار به وصیت‌های آن حضرت عمل نشد و فاطمه زهرا متاسفانه مورد اذیت و آزار کسان قرار گرفت که آنها خودشان را پیروان، دوستان و ارادتمندان رسول الله می دانستند. فاطمه زهرا اونقدر مورد اذیت و آزار قرار گرفت که فریادش را کسی نشنید، صدایش را کسی نشنید، از مهاجرین و انصار هم مأیوس شد فاطمه زهرا. بعد از آمد دست فرزندانش حسن و حسین را گرفت، می آمد کوی احد، بالای قبور شهدا، اونجا درد دل می کرد. دست اونها رو می گرفت می رفت بقی، دست اونها رو می گرفت می رفت کنار قبر نورانی پدر بزرگوارش پیامبر اسلام. این قضیه حدود 75 روز و یا 95 روز دوام یافت، که به همون جهت فاطمیه اول و فاطمیه دوم میگن. بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام این مصائب به فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. يا بنت محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله.
در گرفت یک بار دیگر یا لیلی حتی حسن و حسینش را گرفته می آمد کنار قبر پدر بزرگوارش، غصه ها و غم هایی که به فاطمه زهرا آمده بود و عرض پدر می رسانی. صبت علی مصائب لو انها بابا جا جا صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لیالیا. پدر جان انقدر مصیبت بر من وارد شد، اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد، روزهای روشن به شبهای تار و تاریک تبدیل می شد. یا فاطمه، کسایی که میرن مدینه تو رسول رفتن یا خدا قسمت کنه بره، وقتی میره مخصوصا کنار بقیه میرسن، زمزمه ایش ایه که زمزمه همه ما و شما این باشد. یا فاطمه من عقده دلوانه کرد، یا فاطمه من عقده دلوانه کردم، گشتم ولی قبری تو را پیدا نکردم. چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت پیدا نماید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين